سلام بیننده ارجمند. همساله در اکثر کشورهای عالم بخصوص تاجیکستان یکم ایون همچون روز بین المللی حفظ حقوق کودکان تجلیل کرده می شود. با نظر داشت این جمهوری تاجیکستان یک قطار قانون و قرارهای مربوطه را آید به حفظ حقوق کودکان به تصویب رسانیده است. حقوق کودکان گفتم ما چرا در نظر داریم؟ یک کودک از کدام حقوق ها برخوردار است؟ امروز به مهنت کودکان چگونه نظر کرده می شود؟ آیا بعضی سازمان های بین المللی و حامیان حقوق برای برطرف کردن مهنت اجباری کودکان چگونه چاره ها را روی کار گرفتند؟ این و دیگر سوال های هست که در ادامه برنامه با اسفندیار صابرزاده، رکتور دانشکده تکمیل اختصاص وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار خواهیم داد. خوش آمدید. خب چون گفتیم که همساله در اکثر کشورهای عالم روز یکم ایون همچون روز بین المللی حفظ حقوق کودکان تجلیل کرده می شود. خب می گفتید که هدف از برگزاری روز کودکان در چیست و چرا محض یکم ایون را همچون روز کودکان اعلان نمودند؟ اصلا وقتی که کودک می گوییم هر یک شخص کلامسال یک خاطرات نه که از دوران کودکی خود پیش نظر می آورد. بله. از همین نقطه نظر روز کودکان اصلا این روزی روزی هست که بیشتر مسئولیت کلانسالان را یعنی در نزد خود آنها نسبت به کودکان بلند میکنند. بله. یعنی امروز به خاطر کودکان روز کلانسالان هم به حساب میرود. زیرا که ما برای کودکان چیزی کرده توانیم. درست است. و آنها را با در یعنی تشکل شخصیت کودکان یک سهم گذاشته توانیم. و یک سالی که ما با کودکان بودیم چی کارها رو انجام دادیم که کودکان در جامعه متمدن یعنی بهره تشکلی چی فرهنگی باشد چی معنوی باشد و چی تعلیمی و تربیتی باشد یک مساعدت کرده باشیم و سوالی به میان میآید که برای چی محض روز یکم ایون روز بین المللی روز کودکان همچون روز بین المللی روز کودکان قید کرده می شود جهت های تاریخی دارد. اصلا سال 1925 کاتب جنرالی چین یک گروه کودکان را در سان فرانسیسکو جمع می آورد. یعنی کودکان امکانیت محدود داشته را معیوب را و برای آنها قرارهای نیز قبول کرده می شود که همین کودکان همچون عضو جامعه خودشان را حس کنند و توانند که در دایره انا همون مناسبت های جمعیتی که شخصان سالم، کودکان سالم، کودکانی که امکانیتشون فراخ است، این هایم توانند که از اون مناسبت ها استفاده توان برده توانند. و از همین نقطه نظر یعنی کوشش های اوما در مورد حفظ حقوق کودکان از سال 1924 25 و سالهای بعدی جنگ بزرگی وطنی و تا امروز ادامه می‌یابد و خوشبختانه امروز بینید که حفظ حقوق کودکان تا کدام اندازه در جمهوری تاجیکستان در سطح قانونگذاری مستقر است. بله. سال 1949 کنگرس زنان در سازمان ملل متحد قراری را در مورد حفظ حقوق کودکان قبول میکنند یعنی اعلامیه درباره حفظ حقوق کودکان و یکم ایون همچون روز بین المللی کودکان اعلام میگردد و سال 1950 در 51 دولت دنیا اولین مرتبه روز حفظ حقوق کودکان یکم ایون قید کرده میشود و بعدن سال 1954، سال 1966، سال 1978 و تا امروز قانون قرار و دیگر اعلامیه های قبول میگردد که در مورد حفظ حقوق کودکان البته روانه کرده میشود و سال 1989 باشد کنوینسیه درباره حفظ حقوق کودکان قبول میگردد و جمهوری تاجیکستان هم همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی کنوانسیه مذکور را سال 1993 به تصویب میرساند و خود همان سال مورد عمل نیز قرار میدهد.
خب از آن موز سالی که تاجیکستان کنوانسیا رو به تصویب رسون تا به امروز در دایره آنمون چی مثلا در همین زمینه چی پیشروی های دیده می شود دایر به حقوق کودک؟ اصلا کودکان قشر آسیب پذیر جامعه به حساب می روند. از همین نقطه نظر به مثل اون نفرانی که معیوب هستند، به مثل اون نفرانی که به پرستاری پدر و مادر ماندند، به مثل اون نفرانی که قابلیت درک حرکت خود را ندارند و کودکان هم در همین دوره کودکی یعنی تا به سن بلوغت رسیدن البته به دستگیری نیاز دارند، احتیاج دارند و انا همین دستگیری را دولت حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در اساس مقررات کنوینسیا در برای حفظ حقوق کودک، قانون جمهوری تاجیکستان در برای حفظ حقوق کودک و یک قطار پیمان و پروتکل و دیگر فرمان و قرارهای هستند که حفظ حقوق کودک را در جمهوری تاجیکستان تا اندازه نهایی بسامان رسانیده است. وقتی که ما میگویم کودک گفتیم که از قانون حقوق های زیاد برخوردار است، خوب میشود در همین ادامه برنامه برای بیننده ما یک کمی روشنی میانداختید که یک کودک کدام حقوق ها را یک کودک دارا است که پدر ما در جامعه به اون احترام قائل شود. وقتی که ما حقوق میگویم، حقوق انسان را نیز در نظر داریم و کودک هم خود در نوبت خود که انسان است، از همین نقطه نظر به طور الهیدگی باز حقوقی که به کودکان دخل دارد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به طور مشخص معین کرده است. از جمله قانونگذاری اویلوی جمهوری تاجیکستان، قانونگذاری گرژدنی جمهوری تاجیکستان، قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان و بالاخره قانون یکی از قانونهای خیلی مهم که به واسطه برای پیشروی و تشکل خود کودکان قبول گردیده است، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند در جمهوری تاجیکستان. و ببینید که ماده 8 همین قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند در قسم 1 خب معین کرده است که کودک به گرفتن نام، نسب حقوق دارد. بله، یعنی یکی از حقوق اولین خودمون کودک است که از دوره ای که تولید شدن. بله، وقتی کودک تولید می‌یابد پدر و مادر مسئول و وظیفه دار هستند که برای کودک نام و نسبش را معین کنند. و نه تنها نام نیک که در آینده خود همان کودک پیروی آن همان نام خود باشد و تواند که از نام خود افتخار کند و با همین نام خود در جامعه یک سهم گذاشته باشد. بغیر از این کودک چه حقوقی دارد؟ از پدر و مادر گرفتن غذای سالم، از مثلا حساب پدر و مادر، یعنی با استفاده از مسئولیت پدر و مادر در مؤسسه های تعلیمی گرفتن مثلا تعلیمی که برای او موافق است و اگر ذهنیت کودک، قابلیت کودک، شوق کودک اگر نسبت به همسالانش زیادتر باشد، مسئولیت پدر و مادر در این دوره باز باید جدیتر باشد که نسبت همین فرزند کوشش نماید در انتخاب مؤسسه تعلیمی البته باز پیشروی داشته باشد. ولی حقوقهای دیگری کودک مثلا طبق قانونگذاری گرژدنی جمهوری تاجیکستان با واسطه نماینده قانونی خود قبول کردن میراث، قبول کردن تحفه و همچنین طبق قانونگذاری مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان، قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان در مورد مثلا اشتراک در منافعه های سودی گرفتن مثلا ادوکات، نماینده قانونی و دیگر که البته قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همین حقوق های کودک رو به واسطه نسبت به شخصی کلان سالان یعنی برتریت دارد، حفظ نموده است و در قانونگذاری به طور باید و شاید جای دارد. موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یک نفر رو تا سن چند سالگی ما میتوانیم کودک بخوانیم مثلا؟ البته هم کنوانسیه در برای حفظ حقوق کودک و هم قانونگذاری ملی ما البته کودک شخصی رو اعتراف کرده است که
حالا به سن 18 سالگی نرسیده است و در اینجا یعنی عباره دیگری هست که اگر همین حقوق را قبلا به دست نآورده باشد، یعنی ما تا 18 سالگی شخص را کودک اعتراف میکنیم مفقی قانونگذاری کشور، البته طبق قانونگذاری هم بین المللی و هم ملی. خب و در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هست حالت هایی که یعنی قانونگذاری گرجدنی جمهوری تاجیکستان عباره ایمانسیپاسیا را یعنی برای قابلیت پورای عمل گرفتن خود شخص این عباره رو پیشنهاد کرده است و همچنین یک سال کم کردن سن نکاحی، یعنی شخص امروز از سن 18 سالگی میتواند به یعنی حیات مستقل قدم گذارند، اویلدار شود، ولی در حالت های ضروری قانونگذاری اجازه داده است که به سود مراجعه نماید و طبق طلبات ها سود یک سالی آن را برای سن نکاحی کم کند با نظر داشتی سبب و عامل های معین شده. بله اینجا سبب و عامل ها زیاد است، این در خود مقامات سودی معین کرده می شود و اگر موافقت میکند پس یک سال سنی او برای بستنی عقد نکاح کم کرده می شود. در مورد کودکان وقتی صحبت میکنیم بیشک مثلا در جامعه در برابر کودک های سالین کودک های معیوب نیست هستند. خب قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در این زمینه چی برنامه و چی کنسپسی ها رو مثلا آماده کرده است برای کودکانی که امکانیتشون محدود است؟ البته کودکانی که امکانیت محدود دارند نه تنها کودکان بلکه همون شخصانی که دارای امکانیت محدود هستند پیش از برنامه و پیش از آن مثلا سازمان و آن تشکیلات هایی که دستگیری میکنند ما میتوانیم سری آن تشبس آن دستگیری و آن خیلی دستگیری های خیردمندانه و صداقتمندانه پریزیدنت مملکت پیشوای معظم ملت محترم ولی رحمان گفته باشیم و امروز شما خود قضاوت نمایید که در جمهوری تاجیکستان تمام آن امکانیت و شرایط هایی که برای شخصان امکانیتشان محدود مخصوصا کودکان فراهم آورده شده است توجه بواسطه خود پیشوای معظم ملت محترم ولی رحمان است و یعنی دستگیری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت خیلی زیاد است و بینید که یک کودک اگر دارای امکانیت محدود است برای آن چقدر شرایط فراهم آوردن لازم است که او تواند خود را برابر شخصان سالم در جامعه حس کرده تواند. بله. البته برای یک نفری که معیوب است با آن همون اروبچه معیوبی وارد یک کارخانه شدند، وارد یک مؤسسه شدند، وارد یک مثلا مرکز دلخوشی شدند میخواهد و برای آنها چقدر مثلا راه روها آماده کردن لازم است، برای آنها چقدر تجهیزات ها مجهز کردن در لازم می آید به خود همان بناها که او تواند از همین گروه مناسبت های جمعیتی استفاده کند و دور نباشد. بله. و همه این دستگیری دولت و حکومت تاجیکستان سفربر می شود که این البته به هدف برسد. بله بله. و امروز بغیر از آنه که برنامه های حکومتی جمهوری تاجیکستان است، قانون در باره حفظ حقوق معیوبان است و من به نزدیکی جمهوری تاجیکستان هم نیز کنوانسیه در باره حفظ حقوق معیوبان را نیز قبول کرد، کنوانسیه معیوبان را طبق همین کنوانسیه البته آن همین شرایط هایی که ما گفتیم جمهوری تاجیکستان موظف گردید که برای معیوبان در جمهوری تاجیکستان البته چرا اندیشی کرده شود و توانند معیوبان از این امکانیت ها استفاده برند و کودکان معیوب امروز نیز در مثلا مؤسسه های تعلیمی مخصوص گردانیده شده برای معیوبان در مرکز هایی که برای آنها کسب آموزی یعنی جاری است و همچنین در حیات مثلا استحصالی، حیات اقتصادی، حیات اجتماعی، فرهنگی جمهوری تاجیکستان اشتراک معیوبان توسط آموزش انا همین مرکز و مؤسسه ها
خیلی زیاد هستند. کودکان امکاناتشون محدود است، امروز در برابر کودک های سالم تحصیل میکنند. ولی اینها در بعض انمون چورابینی های و کنفرانسی هایی که سطح منطقه و بین المللی دارند، در برابر کودکان معیوب و ناتوان موافق قانونگذاری جلب کردنشون درست است یا نه؟ البته آنهایی که معیوب هستند در قطار شخصانی که امکانیت فراخ دارند اشتراک کردنشون نه همه در همه حالت ها قابل قبول است، زیرا که ورزش کودکان معیوب از ورزش کودکان سالم تفاوت دارد. درست است. البته استفاده مواد خانشی که برای کودکان بینا هست از کودکان نابینا تفاوت دارد. و برای به مثال انا همین یعنی اشتراک در آزمون، اشتراک در چورابینی های ورزشی، اشتراک در چورابینی هایی که البته سطح آزمایشی، سطح دانش و معرفت و فرهنگ و لیاقت و امکانیت های مثلا خود کودکان هست فرق دارد. ولی هست حالت هایی که کودکانی که دارای درجه معیوبیت هستند، یعنی در سبقت با کودکان سالم، آنها میتوانند شرکت ورزند. مثلا آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. اکثریت کودکان معیوب در این اشتراک میکنند و دارای یعنی نصیب جای های نمایان هم نیز میگردند. ولی مثلا چورابینی های ورزشی هست که امروز دولت حکومت جمهوری داشتان دستگیری میکنند، کودکان معیوب در برابر انا همون شخصانی دارای درجه معیوبیت همسالان خود، یعنی همجنسان خود و همچنین همردیفان خود شرکت می‌ورزند و از این امکانیت های دولت حکومت جمهوری تاجیکستان استفاده می‌برند. وقتی ما میگوییم که مثلا کودکان را باید موافق قانونگذاری به مهنتی مجبوری و عموما به کارهایی که به قابلیت اونها نمی‌رسد باید جلب کرده نشود، خب عموما مهنت کودکان گفته ما چی را در نظر داریم، بخصوص مهنت اجباری کودکان؟ قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وابسته به این مسئله معیارهای مشخص دارد. قانونگذاری مهنت جمهوری تاجیکستان البته شخصانی که به سن 14 رسیدند آنها می توانند از روی قابلیت، از روی امکانیت، از روی ذهنیت طرف شرطنامه مهنتی باشند و برای آنها دولت حکومت جمهوری تاجیکستان نامگوی کارهایی که باید مشغول شوند. مثلا شخصانی از 14 ساله تا 18 ساله معین کرده است. از سال 2015 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان این نام تصدیق گردیده است و تا حتی آن جایهایی که کار میکنند در آن جایها برداشتن وزن خودی انهمون کدوم تا کدوم اندازه برداشتن بار و در یک روز تا چند کیلوگرم باید استفاده برد. کودکی مثلا 14-15 ساله و 16-17 ساله همه انا همین شرایط هایی که برای کودکانی که طرف شرنامه مهنتی هستند و در جای میخواهند کار کنند معین و مقرر کرده شده است. و اصلا مهنت کودکان خصوصیت خود را دارد و کودکان بیشتر جلب کرده میشوند به کارهایی که به رفت تعلیم و تربیه آنها خلل وارد نمیکند و همان کاری که آنها میکنند یعنی امکانیت کسب آموزی من بعدی آنها را فراغ کرده. بله بله. مثلا کودکان می توانند که در مکتب های آموزشی مثلا صنعت فعالیت کنند، می توانند در مثلا بازی هایی که در جای های تماشای کودکانه سیرک، مثلا می توانند در آن جای هایی که نمایش های فراغتی و فرهنگی است طرف شرنامه مهنتی باشند و با انا همین گونه نمایش و با انا همین گونه استعداد خود توانند یکی از طرف های شرنامه باشند و مهنت کرده باشند. و مهنت مجبوری بوده؟ بله. چیزی که به مهنت مجبوری دخل دارد برای البته کودکان اجازت نیست و قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان، قانونگذاری غیرقانونی ماموری جمهوری تاجیکستان نیست
برای نفرانی که کودکان را به مهمندت مجبوری جلب میکنند البته جوابگری نیز تطبیق کرده میشود و نماینده قانونی خود کودکان البته پدر و مادر مؤسسه تعلیمی شخصانی که کودکان را وصی یا پرستار هستند البته آنها جوابگر هستند قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان در ماده های 274 و 278 معین کرده است که پدر و مادر اگر مسئولیت خود را نسبت به فرزند اجرا نمیکند برای آنها جوابگری جنایتی نیز پیش بینی گردیده است و اگر رفت و به مهنت مجبوری جلب کردن کودکان از جانب چی پدر و مادر و چی نماینده قانونی او اگر صورت میگیرد پس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان انمی گونه جوابگری را تطبیق خواهد خب درست است تا به انمین روز مثلا در دایره انمین قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وابسته به جوابگری کشیدن پدر و مادر یا که شخصان دیگری که کودکان رو به کارهای اجباری یا که مثلا از قابلیت اونها زیاد جلب میکنند تا کجا مثلا به جوابگری کشیدن و عموما امروز نسبت انمین برخی ها رو ما در جامعه میبینیم که نسبت فرزندان خود مثلا یک بی‌رحمی رو روا میبینند تا اندازه فرزندان رو زیر لتو کوب میکشند در این باره قانونگذاری چی میگوید؟ کودک شخصی آسیب‌پذیر جامعه به حساب میرود و به نفر احتیاج دارد و نفر باید که کودک را در جامعه همچون شخصی سالم به وای برساند این پدر و مادر است خب و انا همین پدر و مادر اگر فرزند را در جامعه درست به وای میرساند پس جواب انا همین مسئولیت صرف کرده خودش رو در آینده میگیرد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در ماده 34 قید می نماید که مادر و کودک تحت حمایه و غمخواری مخصوصی دولت قرار دارند پدر و مادر برای تعلیم و تربیه فرزند و فرزندان بالغ و قابل مهنت برای نگاه و بین و دستگیری اجتماعی پدر و مادر مسئول و وظیفه دار هستند به فرزند فشار آوردن فرزند را به مهنت مجبوری جلب کردن فرزند را زیر لت و کوب خشونت خانوادگی قرار دادن طبق قانونگذاری های جاری البته اجازت نیست و اگر همین حالت ها معین می گردد آشکار می شود مقامات دولتی در این مورد معذف می گردد که نسبت حالت های مذکور پرونده آغاز کند و چی طبق قانونگذاری ماموری جمهوری حقوق بیان کنی ماموری جمهوری تاجیکستان و چی قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان تا حد آزاد کردن از حقیقت آزادی نیز جزا تطبیق نماید خب در برابر این مثلا قانونگذاری معین کرده است که وقتی فرزند رو در خانه کودک رو منظورم وقتی زیر لت و کوب زیر شکنجه پدر و مادر قرار میگیرد پدر و مادر رو از حق پدری محروم سازند و کودک را از دولت از دست اونها گیرد البته قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تا حد نهایی همین چیزی که شما گفتید هست طبق قانونگذاری البته پدر و مادر حالت های هست که اگر مسئولیت پدری و مادری خود را در نزد فرزند حس نمی کند و امکانیت دارد و قصدن از نگاه بین کودک سرکشی می کند و با کدام یک اساس های نمیدانم اساس ها بیماری باشد میزدگی باشد و دیگر حالت های نیز وجود دارد که پدر و مادر از این دست کشیده نمی تواند البته مقامات وصایت و پرستاری نیز در نزد مقامات اجرای محلی حاکم دولتی هر یک شهران یا نیز موجود است و سوبیکتان دخلدار به این مقامات مراجعه میکنند و مقامات پرونده نیز در این حالت آماده کرده به سود پیشنهاد میکند و از حقوق پدری و مادری محروم کردن که وکالت سود است طبق قانونگذاری و در این حالت مقامات سودی میتواند چاره های دخلدار قانونی اندیشیده پدر یا مادر و یا هر دوی آنها را از حقوق پدری و مادری محروم کند و درباره در کجا زندگی کردن کودک چاره های دخلدار اندیشد
برای بهتر و خوبتر کردن حیات کودکان در همین زمینه چه چاره‌های ایلاوگی را باید اندیشید؟ امروز اون همه شرایط هایی که برای کودکان تشکیل کرده شده است از جانب دولت حکومت تاجیکستان، من فکر میکنم که اگر پدر و مادر مسئولیت حس میکنند، پس همه گونه شرایط ها فراهم است. فقط یک چیز ضرور است، پدر و مادر قابلیت فرزند خود را دیده، مؤسسه تعلیمی باشد، مرکز آموزشی باشد، یا آنجایی باشد که برای تشکل خود فرزند آن میتواند یک سهم گذاشته باشد، در انتخاب آن فقط مسئول باشد، انتخاب درست داشته باشد و قانونگذاری هم نیز این مسئولیت را، یعنی وظیفه پدر و مادر دانسته است که پدر و مادر باید در انتخاب مؤسسه تعلیمی موظف باشد، یعنی مسئولیت حس کند که آن مؤسسه تعلیمی به حالت مثلا چی روانی باشد، چی معنوی باشد، یعنی تشکل شخصیت کودک آنها تواند یک سهم گذاشته باشد. و امروز در جمهوری تاجیکستان البته بینید که پیشنهادی بی‌واسطه پیشوای معظم ملت در جمهوری تاجیکستان بود که من آزمون های فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و همچنین یک قطار دیگر چورابینی های علمی و فرهنگی که در آن نسبت به کلان سالان کودکان نیز فعال هستند، اما همین گونه چورابینی ها خیلی زیاد هستند، باعث دستگیری است و البته جامعه کودکان امروز از همین لحاظ رو بروش است. اگرچه که در آغاز و در ادامه برنامه وابسته به قانون جمهوری تاجیکستان در مورد مسئولیت پدر و مادر اشاره کردین، ولی در آخر میخواستم مشخصا وابسته به نقش انمی قانون جمهوری تاجیکستان در مورد تعلیم و تربیت پدر و مادر کمی حرف میزدید. البته قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند سال 2012 مورد عمل قرار گرفت و زیاده از 10 سال است که در جمهوری تاجیکستان عمل میکند و در همین 10 سال عملی قانون مذکور علاقه نقش آن برای جامعه امروز معین است. بله. و در محاکمه لایحه قانون مذکور سال 2011 پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم اومدی رحمان قید نموده بودند که روند تربیه اکثریت پدر و مادر امروز همون روند تربیه هست که البته تربیه سنتی هست که در گذشته خودشان زیر آن تربیه گرفته بودند و با این روند تربیه کودک زمان امروز را، یعنی زمان ترقیات علم و تکنیک و تکنولوژی نو را تربیه کردن نشاید. از این لحاظ ما نه تنها با روند تعلیم بلکه بر روند تربیه نیز باید تجدید نظر کنیم. وقتی قانون مذکور قبول گردید، تجدید نظر بر روند تعلیم خیلی به نظر رسید و ببینید که در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه های عالی کسبی، مؤسسه های تو مکتبی، بله مؤسسه های تو مکتبی پیش از همه، یعنی در همین 3 زینه تعلیم تغییرات خیلی جدی در روند تعلیم، تجدید برنامه های تعلیمی به نظر رسید و کودکان توانستند که از همین روند یک برداشت خوبی داشته باشند و در سطح بین‌المللی نیز اشتراک، یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان از حساب کودکان و نورسان در آزمون های بین‌المللی، چی آزمون های ذهنی، چی آزمون های ورزشی، چی دیگر چورابینی هایی که جمهوری تاجیکستان اشتراکچی آن دولت ها هستند، البته به دستاورد بر نمی گردند که این از تجدید نظر گردیدن خود این همین برنامه ها برای این همین ریشه اساسی از آن همین سخنی پیشوای معظم ملت میگرد. و یک چیزی قانونی رو من میتوانم یک مثال قانونی از نقش قانونی مذکور در مسئولیت پدر و مادر آورده باشم.
یعنی پدر و مادر پیشتر هم وظیفه دار بودند ولی طبق قانون مذکور مسئولیت زیادتر کرده شد نسبت به پدر و مادر. یعنی پدر و مادر پس از تولد کودک تا 3 ماهگی اون باید که برای کودک شهادت نامه تولد گیرد. و اگر تا 3 ماهگی شهادت نامه تولد نمی گیرد قانونگذاری برای اون جوابگری مادی را البته تطبیق میکند. و وقتی قانون مذکور قبول گردید انا همین مشکلی ها خیلی زیاد از بین رفت. و قبلا یعنی قبل از قبول قانون مذکور ما مشاهده میکردیم که پدر و مادر فرزند رو تولد میکنند، یعنی فرزند 7 ساله خود را به مؤسسه تعلیمی میبردند، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و برای به مؤسسه بردن برای معین کردن شخصیت کودک برای اون شهادت نامه تولد لازم بود. کودک شهادت نامه تولد نداشت. بله. و مؤسسه تعلیمی شرطن کودک را برای به تحصیل فرا گرفتن قبول میکرد چون که حقوق رد کردن مراجعه پدر و مادر را برای به تحصیل فرا گرفتن فرزند آنها ندارد. در کدام حالتی که باشد کودک را به تعلیم فرا میگیرد. بله. البته. ولی در این دوام پدر و مادر مسئول و وظیفه دار بودند که شهادت نامه تولد آن را باید آماده کرده به مؤسسه تعلیمی پیشنهاد نماید. ولی انا همین چیز اجرا نمیگردید. کودک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی را ختم میکرد و برای آن برای فعالیت منبعدا برای همچون اعضای جامعه یعنی خودش را اعتراف کردن شناسنامه لازم می شود. بله. و شناسنامه نیز در اساس خود شهادت نامه تولد گرفته می شود. و البته بینید که 18 سال یعنی 17 سال یا پس از تولد کودک بعدن مسئولیت پدر و مادر اجرا می شود. بله بله. یعنی که اینا حقوق کودک رو پایمال کردن در اینجا دیده می شود. بله بله دیده می شود. بله. البته بینید که امروز امتیازهای دولت حکومت تاجیکستان توسط همین قانون و قانونگذاری اولیای جمهوری تاجیکستان نیز جاری است و تا 3 ماهگی اگر تا 3 ماهی پس از تولد کودک اگر پدر و مادر برای گرفتن شهادت نامه تولد کودک مراجعه میکند برای آنها به طور رایگان داده میشود. این البته امتیاز است و همین حالت ها را نیز قبلا استفاده نمی بردن مسئولیت هم حس کرده نمی شود. و پس از قبول قانون مذکور امروز خوشبختانه انا همین گونه کمبودی ها که البته به پایمال کنی حقوق انسان مخصوصا حقوق کودکان به مسئولیتی پدر و مادران و البته ویران کردن نظام تحصیل در خود مؤسسه های تعلیمی برده می رسانید از بین رفته است. واخرم اگرچه که امروز در جهان امروزه وابسته به حفظ حقوق کودکان سند و قانون و قرارهای زیاد قبول گرفته ولی با نظر داشت این حالا هم در بعضی ممالک دنیا و بعضی جامعه شهروندی دیده می شود که حقوق کودکان نه به طور باید و شاید رعایت می گردند و امیدوار هستیم که کودکان جمهوری عزیز ما در یک هوای صاف و بیغبار کشور به کمال میرسند و برای پیشرفت این دیار عزیز سهم خویش را میگذارند. تشکر بار دیگر برای شما که در برنامه اشتراک کردید. بینندگان ارجمند یادآور میشیم که در صحبت امروزه ما حضور داشتند اسفندیار صابرزاده رکتور دانشکده تکمیل اختصاصی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان که صحبت ما نیز بود راجع به روز بین‌المللی حفظ حقوق کودکان. اینجا برنامه ما به آخر میرسد. تا برنامه دیگر خوب و خوش بمانید.